واقعا همیشه زحمت میکشن، برنامه بسیار زیبای نگاه، خیلی طرفدارای زیادی داره. من ازشون تشکر میکنم. امیدوارم که از این برنامه بسیار بسیار جالبی که ایشون به مناسبت عید نوروز تهیه دیده لذت ببرید. عید بر شما خجسته باد. سلام عزیزان، در اولین روز عید و در آغاز سال 1384 آرزو میکنیم که روزهای داد و مهر و برادری جایگزین سالهای ظلم و ستم و جور شود. سال صلح، سال بیمرگ آرزوی ماست برای این سالهای پرآشوب. شاید شعر نوروز در زمستان احمد شاملو مصداق این سالهای بیچلچله و بیبنفشه دور از خانه باشد. سالی نوروز بیچلچله بیبنفشه می آید، بی جنبش سرد برگ نارنج بر آب، بی گردش مرغانه رنگین بر آینه. سالی نوروز بی گندم سبز و سفره می آید، بی پیغام خموش ماهی از تنگ بلور، بی رقص عفیف شعله در مردنگی. در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد. در این لحظه مبارک تحویل سال نو یادی می کنم از رفتگان و مردگان. تعجب نکنید. به باور ایرانیان باستان از 26 اسفند تا 1 فروردین فروهرها و یا روح مردگان در این ایام به دیدار زمینیان می آیند و سنت خانه تکانی ما ایرانیان در اصل نوعی مهیا شدن برای پذیرایی از آنان است. روایت دیگری هم از خانه تکانی ایرانیان وجود دارد. ایرانیان معتقدند در کهنگی اهریمن وجود دارد و باید با پاکیزگی و نو شدن و نوگرایی به جنگ اهریمن رفت و فلزات باید چون خورشید بدرخشند. از خورشید و پرتو نور آن گفتم. بد نیست بدانید که پیش از نوروز جمشید کسانی در اولین ساعات روز اول فروردین، یعنی هنگامی که خورشید در نزدیکترین فاصله خود به زمین می رسید، خود را آماده مرگ می کردند. به باور آنان جان پرتوی از نور خورشید است که در آن لحظه خاص می توانند سهل و آسان به اصل خود که همانا نور خورشید است بازگردند. بله، نزد میترائیان عید قربان جایگزین عید نوروز بوده است. ولی با آمدن جمشید پیشدادی، این پادشاه افسانه‌ای ایرانیان، این سنت از میان رفت. میترائیان طی مراسم خاصی به پیشواز این مرگ خودخواسته می رفتند و داوطلب مرگ خود را به زیر تیغ قاتل می افکند. قاتل اما نام دیگری داشت، ساقی عاشقان. ساقی عاشقان مشروب مست کننده‌ای به نام دوراوشه یا دوردارنده مرگ به عاشقان مرگ می داد تا معشوق درد کمتری را تحمل کند و قاتل نزد معشوق مرگ دارای اجر و قرب بسیاری بود. در اشعار پارسی عبارات می باقی، شراب وصل، می مغان کنایه از این نوع شراب است. از قربانی شدن در روز اول بهار گفتیم. بی ربط نیست که ماجرای قربانی شدن اسماعیل به وسیله پدرش ابراهیم را متأثر از این مرام میترائیان بدانیم و یا نوشاندن نوشابه مستی آور جای خودش را به نوشاندن آب قبل از کشتن حیوانات قربانی توسط مسلمانان داده است. با ظهور جمشید و غلبه او بر ستمگران زمانش و برپایی آیین داد و برابری در اولین روز بهار، روزی که حتی طبیعت در نهایت مساوات و برابری قرار دارد و روز و شب برابر است و از سرما و گرما خبری نیست، نوروز بدعت گذاشته شد و پیروزی علیه ستمگران جشن گرفته شد و نوروز نام گرفت. به باور میترائیان خورشید نماد دادگستری و برابری است. آنان معتقدند که هیچ گونه تبعیض و استثنایی در نهاد خورشید نیست. اگر به آن نزدیک شوی خواهی سوخت و اگر دور شوی منجمد خواهی شد. هرچه زان خورشید آید همه عدل است و داد. جور ما زین گنبد فیروزه بیروزن است. از سنت ها و آیین های نوروزی کم و بیش در برنامه های مختلف تلویزیونی شنیده ایم و یا در نشریات خوانده ایم. ولی حکایت میر نوروزی را در اولین روز بهار و سال نو برایتان نقل می کنم.
جای میر نوروز سالهاست که در میان ایرانیان خالی است و حکومت‌های مستبد تحمل دیدن میر نوروزی را نداشتند. میر نوروز نمایشنامه است غمگین. متاسفانه در آثار بازمانده زبان و ادبیات فارسی پیرامون پیدایی این آیین سخنی نیست. روی هم رفته از مجموع اشاراتی که شاعران به میر نوروزی داشتند چنین برمی آید که میر نوروزی شخصی است که برای مدت چند روز منحصراً در ایام نوروز به فرمان روایی برگزیده می شود. در این مدت کوتاه به کارهای مردمی و دادگستری می پردازد و سرانجام پس از گذشت فرمان روایی چند روزش به خانه یکی از بزرگان پناهنده می شود. شباهت هایی را می توان میان سرنوشت جمشید، این پادشاه افسانه‌ای ایرانیان، با میر نوروزی متصور بود. جمشید حکومت خود را در نوروز آغاز نمود و این داد و برابری را در این روز اعلام کرد. میر نوروزی هم در ایام نوروز فرمان روایی می کند. جمشید از طبقه مستضعف حمایت می کرد. میر نوروزی هم ثروتمندان را وادار می کرد زکات خود را به مستمندان بدهند. سرانجام جمشید پس از آن همه دادگری ناچار می شود از تخت شاهی گریزان و به خانه یکی از بزرگان سیستان پناهنده شود. میر نوروزی نیز سرانجام چون در کار حاکمان زمانش دخالت می کند باید به خانه یکی از بزرگان پناهنده شود تا در امان بماند. احتمالاً منظور از میر نوروزی کسی غیر از جمشید نمی تواند باشد. به قول حافظ سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. میر نوروزی اگر در زمانه ما مجال حضور میافت نکته ها داشت از این جور موجود. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. امید که نگاه ما مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشد. روز و روزگار خوش. ما اومدیم عشق رو تو دنیا پر کنیم، هر کار سختی که نمیشه شد کنیم، نو بکنیم نوره سازندگی رو، به عشق هم نگاه کنیم زندگی رو، وسط میدون ببریم هرچی داریم، تو سفره ها برکت و نعمت بکاریم، بوزه به خاک پاک اجدادی کنیم، شکر واسه نعمت خدا دادی کنیم، خونه تکونی کن مل تو، پاپ پاشی کن دور و بر من مل تو، گرگیری کن عکس پدر مادر تو، ایرونی باش بالا نگه دار سر تو، عید اومده خونه تکونی کن مل تو، پاپ پاشی کن دور و بر من مل تو، گرگیری کن عکس پدر مادر تو، ایرونی باش بالا نگه دار